محمد ماشینشیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینشیان میگن که مردم خیلی اوقات با پاشون رای میدن و مهاجرت هم به گمانم مهمترین نمونه منعکس کننده همین هست. چرا تعجب میکنه کسی مثل رهبر جمهوری اسلامی از سیل مهاجرت ایرانیان؟ اونها که معتقدند ایران بهشتی است که اونها دارن میسازن، طبیعتا باید دیگران اتفاقا مهاجرت کنن به ایران، ولی میبینیم حتی سوری ها هم بعد از جنگ نمیان به سمت ایران، میان به سمت کشورهای غربی. چرا؟ درود بر شما. دقیقا همینطوره. اتفاقا یکی از میهمانان قبلی برنامه هم اشاره کرد، منو یادم افتاد از پژوهش های نیما سنندجی اقتصاددان ایرانی تبار راجع به مهاجران، و او هم جنبندی مطالعاتش همین بود که کسانی که نه فقط از ایران ولی از ایران و کشورهای منطقه مهاجرت میکنند به جاهای دیگه دنیا، زندگی های موفق تری میسازند و ثروتمندتر میشن، مرفه تر میشن حتی از مردمانی که در اون کشورها به دنیا آمدند. ایشون حالا به طور خاص روی کشورهای اسکاندیناوی و امریکا مطالعه کرده بود، نیما و برادرش تینو سنندجی. در مورد آقای خامنه ای، نگاه ایشون متاسفانه به شهروندان ایرانی، به من و شما، نگاه یک، همطور که از عنوان ایشون برمیاد، ولی مطلقی فقیه، به رؤایاشه و طبیعتا انتظار داره اون ایده اولیه هومو ایسلامیکوس که کپی برداری از ایده هومو سوویتیکوس، انسان ترازنوین شوروی بود و آقای خمینی امیدوار بود که او رو در ایران اجرا کنه، و نسل من نخستین نسلی بودن که تلاش کرد جمهوری اسلامی اونها رو، این گل رو اونقدر لگد بزنه تا ما اونطوری که دلشون میخواد شکل بگیریم. امروز میبینیم که این ایده هم شکست خورده، هومو ایسلامیکوس به بن‌بست رسیده، و این مسئله محدود به، برخلاف اون چیزی که اتفاقا در این نشست هم بهش اشاره میشد و آقای خامنه‌ای هم بارها بهش اشاره کرده، موضوع محدود به کسانی نیست که زیبایی های رحمانی تفسیر آقای خمینی از شیعه‌گری رو در نیافتند یا نقاط مثبت جمهوری اسلامی رو نفهمیدند. اینطور نیست. حتی کسانی که به هسته یا بدنه نظام از ابتدای شکلگیری اون تعلق داشتند، در دامنش بزرگ شدند، فرزندان شهدا و جانبازان و آزاده ها و کسانی که هنوز هم اتصال دارند، گذشتهشون و امروزشون گره خورده با این نظام، اونها هم در حال فرار هستند. و حالا ممکنه تفاوت یه فردی مثل من و اونها این باشه که ممکنه رفت و آمدشون یه مقداری راحت تر باشه یا یه منافع و مزایایی بتونن کماکان پیدا کنن از این موضوع، اما این تلاش برای گریختن و فرار منحصر، میخوام بگم، به مخالفان نظام نیست. خود عناصر مطلوب نظام هم، حداقل فرزندانشون نسل دوم و سوم، در حال تلاش برای فرار هستند. بخشش آیا به نظرتون فارغ از حکومتی که در ایران روی کار هست محصول دوران ما نیست، برای اینکه در این اقتصاد جهانی شده و نسبتاً مهاجرت و سفر راحت‌تر، می‌بینیم که در خیلی از نقاط مختلف دنیا ملت‌های مختلف مهاجرت می‌کنن به جاهایی که موقعیت بهتری دارن، چه از نظر مالی، چه از نظر آزادی‌های اجتماعی، چه از نظر امنیت؟ واقعیت رو بخواهید، من معتقدم که نه. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا در چنین شرایطی ایران جای بسیار مناسبی میتونست باشه، مزایای نسبی فراوانی میتونست داشته باشه، جای ایدئالی بود برای جذب سرمایه گذاری، جای ایدئالی بود برای راه انداختن استارتاپ، جای ایدئالی بود با توجه به اینکه شما تصور کنید یه جایی اگر امنیت داشت، اگر مالکیت خصوصی داشت، دستگاه قضایی صالح داشت، شما میتونستید با هزینه کم کسب و کار راه بندازید. وقتی منابع انسانی متخصص و در عین حال در مقام مقایسه ارزان قیمت دارید، شما میتونید پروژه جذب کنید، شما میتونید سرمایه گذاری جذب کنید. ایران زمینه خیلی غنی میتونست داشته باشه برای رشد. ایران جای ایدئالی میتونست باشه برای این عصری که ما درش زندگی میکنیم به دلایل مختلف، ولی میبینیم که به هیچ وجه اینطور نیست. اتفاقا در حتی در شرایط فعلی، اون چیزی که در این نشست هم بهش اشاره میکنند، اهمیت کسانی که ایرانیان خارج از کشور رو بهش اشاره میکنند، خب واقعیت اینه که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کسی که در اروپا و امریکا یک زندگی متوسط، یک پسنداز متوسط داره، میتونه در ایران شاهانه زندگی کنه و میتونه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار جذابی داشته باشه.
اما می‌بینیم که در حال حاضر در سایه ظلم جمهوری اسلامی ایران قادر به جذب این سرمایه ها به هیچ وجه نیست. نه تنها نیست، بلکه اون محدود کسانی که خبط میکنند، اشتباه میکنند، برای تفریح یا دیدن خانواده و اینها به ایران باز میگردند، خیلی این رسما یه زمانی این رو وقتی آقای محسن رضایی راجع به گروگانگیری و صحبت میکرد این اسباب خنده بود، ولی این امروز رسما تبدیل شده به سیاست حکومت. شگفت انگیزه ولی واقعیت داره. ممنونم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا.